سلام، به سایت آموزش فارسی leelb.net خوش اومدید. شما میتونید در سایت leelb.net به همه درس‌های فارسی ما که به شکل طبقه بندی شده با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدوین شده دسترسی داشته باشید. درس‌های فارسی ما برای همه سنین، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و برای همه سطوح مبتدی تا پیشرفته هستش. درس امروزمون یکی از حکایت‌های جالب مثنوی معنوی مولاناست. حکایت‌های مثنوی معنوی مولانا حکایت‌های شیرین و خواندنی هستند. داستان‌های جذاب مثنوی بسیار مورد علاقه فارسی زبانان و همینطور غیر فارسی زبانان برای یادگیری زبان فارسی هست. بنابراین تیم آموزش زبان فارسی LELB سوسایتی با ساده نویسی و تدوین ویدیوی آموزشی داستان‌های مثنوی این منبع آموزش زبان فارسی رو برای غیر فارسی زبانان فراهم نموده. داستان پهلوان و شیر بی سر و دم. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. بر تن و دست و کتف‌ها بی‌گزند، از سر سوزن کبودی‌ها زنند. در روزگاران قدیم پهلوانی قوی هیکل بود. این پهلوان بسیار قوی و نیرومند بود. برای همین هیچ کس را جرأت مقابله با او نبود. روزی این پهلوان عکس پهلوان دیگری را بر روی دیوار با نقش و نگار شیر، اژدها و پلنگ بر بازو و بدنش می‌بیند. پهلوان با خود می اندیشد من نیز باید نشانهای پهلوانی را بر بدن و بازوهایم بکشم. این نقشها بیشتر بزرگی و پهلوانی من را نشان می دهد. پهلوان با پرسجو نام و نشان دلاک ماهر شهر را پیدا کرده و به سراغ او می رود. پهلوان خودش را به دلاک معرفی می کند. از شجاعت، قدرت و بزرگی خود می گوید و اینکه در پهلوانی کسی همچون او بر روی زمین نیست. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. طالعم شیر است، نقش شیر زن. جهد کن رنگ کبودی سیر زن. دلاک از او میپرسد که از او چه میخواهد. پهلوان میگوید میخواهم با مهارت کامل نقشی از شیر بر پشت من بزنی که این نشان من است. دلاک نگاهی به پهلوان انداخته و او را شایسته نشان شیر می‌بیند. بنابراین اسباب و وسایل خود را برای نقش زدن بر بدن پهلوان می‌آورد. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانه‌گه مسکن گرفت.
پهلوان در ناله آمد کای سنی، مر مرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چه عضوی کردی ابتدا؟ گفت از دمگه آغازیده ام. گفت دم بگذار ای دو دیده ام. دلاک کارش را شروع می کند. اولین سوزن را که بر شانه پهلوان می زند، پهلوان فریاد برمی آورد، آخ چه می کنی؟ دلاک می گوید، خودت خواستی، باید تحمل کنی تا نقش شیر بزنم. پهلوان با ناراحتی و ناله گفت، از کجای بدن شیر آغاز کردی که اینقدر دردناک است؟ دلاک می گوید، از دم شیر. پهلوان پاسخ می دهد، دم شیر را بی خیال شو، نفسم از درد بند آمد. دلاک دوباره کارش را از سر می گیرد. پهلوان باز هم فریاد می زند، این نقش کدام عضو است؟ دلاک می گوید، این گوش شیر است. پهلوان با حال گریان می خواهد که نقش گوش را هم نزند. دلاک ابرو بالا انداخته و آهی می کشد که به کارش ادامه دهد. همین که سوزن را بر بدن پهلوان می زند، باز پهلوان فریاد می کشد. دلاک نگاهی به صورت پهلوان می اندازد که سیاه شده و با تعجب می گوید، این نیز شکم شیر است پهلوان. پهلوان نالان می گوید، این نیز درد بسیار دارد، این شیر همیشه سیر است، نیازی به نقش شکم ندارد. خیره شد دلاک و پس حیران بماند، تا بدید انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا خود نافرید. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس جبر خیش. بله، دلاک با عصبانیت سوزن را بر زمین گذاشته و میگوید، کجای دنیا شیر بی سر و دم و شکم دیده ای؟ تو چطور پهلوانی هستی که تحمل درد سوزن را نداری؟ مولانا به زیبایی در این شعر کسی را به تصویر می کشد که ادعای پهلوانی دارد، اما این پهلوان قوی هیکل تحمل درد سوزن را ندارد. دلاک نیز پهلوان را سرزنش می کند که برای رسیدن به خواستش باید تحمل هر سختی و دردی را داشته باشد. بله، این هم داستان پهلوان و شیر بی سر و دم از مثنوی و معنوی مولانا بود که شنیدید. شما میتونید این درس رو در سایت lelb.net ببینید و علاوه بر متن داستان که هست میتونید برای تمرین خوندن ازش استفاده کنید. علاوه بر اون واژه‌های فارسی، معنی واژه‌های جدید و سخت فارسی رو آوردیم و پرسش‌هایی رو آوردیم که فارسی آموزان بعد خوندن درس تا
تو قسمت کامنت گذاری برای تمرین نوشتن و اینکه چه چیزی از داستان رو فهمیدن به این سوال ها جواب میدن و برای ما کامنت میگذارن. امیدوارم از شنیدن این داستان زیبا از مولانا لذت برده باشین. خدا نگهدار.